إمام أبو داود، شيخ أهل السنة، غالب حافظان القرآن ومدرس بصرة، إمام أبو داود، سليمان ابن أشعث ابن شداد، أزدي سجستاني، نسبت به سجستان. أبو داود سال 2002 هجری تولد شدند و برای طلب علم به بغداد و حجاز، عراق، خراسان، مصر و شام سفر کردند. امام ابو داود از امامان اهل حدیث در عصر خودشان بودند و آن کس صاحب کتاب سنن در علم حدیث هستند و این کتاب یکی از کتابهای ششگانه حدیث و کتابی دارای درجه در نزد علمای اهل حدیث است. پس البته کتاب سنن امام ابو داود در بین فقها مشهور گشت، زیرا در این کتاب جمع حدیث های احکام آورده شده است و مؤلف این کتاب ذکر میکند که او کتابش را به امام احمد پیشنهاد کرد، پس امام احمد قبول کرده تعریف کردند و آفرین خواندند و اینچنین امام ابن قیم در مقدمه اصلاح آن سپاس و ستایش این کتاب را کرده اند. امام ابو داود حدیث ها را از امام قعنبی، سلیمان ابن حرب، موسی ابن اسماعیل، حیوه ابن شریح، اسحاق ابن راهوی، قتیبه ابن سعید و با امام احمد اتفاق بودند و او را لازم گرفته بودند و از امام ابو داود، امام نسائی، ترمیزی و دیگران روایت کردند. امام ابو داود در خاکساری و زاهدی و نیکیشان در درجه عالی بود. ابن حبان گفت امام ابو داود یکی از امامان دنیا در فقه، علم، حفظ، زهد، تقوا و معرفت بودند که حدیث ها را جمع کرده کتاب ساختند و کتابشان از جمله کتاب های سنن گردید. و ابو داود در مذهب سلف صالح در پیروی به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم و تسلیم به آن بودند و در کتاب سننشان زیاده از 5300 حدیث را جمع کردند و در آن حدیث های صحیح و نزدیک بر آن را آوردند. از ابو داود امیر ابو احمد طلحه ابن موفق عباسی طلب کرد که به بصره آید و آنجا را همچون وطن خود گرفته شاگردان زیاده را تعلیم بدهد. دوم آمده به فرزندانش روایت کتاب سنن کند. سوم در تنهایی خاص به فرزندانش درس بدهد، زیرا فرزندان خلیفه به فرزندان دیگر مردم نمی نشستند. ابو داود به او گفت به امر اول بله من راضی هستم و به امر دوم نیز راضی هستم، لیکن به امر سوم هیچ راهی نیست که به آن راضی گردم، بلکه همه مردم در طلب علم کردن برابر هستند. پس فرزندان موفق عباسی به مجلس علم حاضر می شدند و با همراه مردم می نشستند و بین آنها و بین مردم پرده کشیده بود و ابو داود در بصره باقی ماندند و سال 275 هجری در سن 73 سالگی وفات کردند. رحمه الله رحمتا واسعه.